فروغ کنعانی، فعال حقوق زنان از فرانکفورت آلمان با ما همراه میشن. خانم کنعانی، ترغیب به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره میکنه کسانی که انگیزه دارن که تذکر بدن، حتی بیش از تذکر پا رو فراتر بزنن، از رانندگان و اینها داره کمک میگیره، دنبال چیه مشخصا؟ درود بر شما. ببینید، تیپیکال یک حکومت دیکتاتوری متاسفانه بدین ترتیب هست که چون امکان کنترل تمام آنچه که از شهروندان میخواد رو نداره، لاجرم مجبوره که شهروندان رو در برابر هم قرار بده. این البته حرکت جدیدی نیست. همین که در مدارس مثلا مدیران مدرسه تماما بایستی مواظب تمام آنچه که در فضای مدرسه میگذرن باشه. وجود انتظامات در دانشگاه‌ها، در ادارات، وجود واحدهای حراستی و عقیدتی و غیره، همه بیانگر این قضیه هست که یک عده که احتمالاً هیچ هنر دیگه ای ندارند، این شغل رو انتخاب میکنند که بتونند ضابط اخلاقی مردم باشن. چون نمیتونیم بگیم قضایی، برای اینکه این در واقع یک جرم واقعی با توجه به مضمون جهانی صلح و حالا به هر حال حقوق بشر نداریم که مردم چی پوشیدن یا چی نپوشیدن، قاعدتا نباید به دولت یک کشور مرتبط باشه. اما اون چه که جمهوری اسلامی داره در این میان فراموش میکنه سرکار خانم، این هست که مردم رو داره در موقعیت فقط تحمل شرایط و به قول معروف آرامش پیش از طوفان قرار میده. شما نگاه کنید در این 8 ماه گذشته که این جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رخ داد، جمهوری اسلامی به هیچ وجه کوتاه نیامد، از هیچ کدوم از مواضعش عقب نشینی کرد. و این که زنان ما هم بی‌حجاب در خیابون ها هستند رو به هیچ وجه نباید به پای حکومت بنویسید. این رو زنان ما به دست آوردن، مردان ما حمایت کردند و به دست آوردن، این هدیه ای از طرف حکومت نبوده، هیچ جا کوتاه نیامده. و همین قضیه وقتی یک جریان انقلابی اتفاق میفته و حکومت کوتاه نمیاد، فقط شرایط رو در حالت پیش از یک آتش فشان عظیم قرار میده. این البته بایستی حکومت رو نگران کنه، منتها از اونجا که ذات یک حکومت دیکتاتوری قائل به دیدن کمی بالاتر از آینده نزدیکش نیست، نمیتونن ببینن که در چه مخمصه‌ای دارن خودشون رو قرار میدن. در نظر بگیرید در واقع مصائب اقتصادی رو که مردم دارن تحمل میکنن، مشکلات سیاسی، بس همه مهمتر همین ناعدالتی های قضایی که همین الان که من و شما هستیم عزیزان هموطن ما زیر حکم اعدام هستن. تمام اینها استراب های اجتماعی و رفتارهای غلطی هست که یک حکومت میتونه علیه مردمش داشته باشه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی باید منتظر عواقب بسیار سنگینی در مورد رفتارهای این چند هفته اخیرش علیه مردم ایران باشه و به زودی ما احتمالاً شاهد اتفاقات جدیدی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران خواهیم بود. فروغ کنعانی، فعال حقوق زنان از فرانکفورت، ممنونم ازتون.